سلام به همسفر عزیزمون، بالاخره رسیدیم به اون قسمتی از سفر که میدونم خیلیاتون منتظرش بودین، شهر زیبای پوکت. خودمونم خیلی هیجان داریم برای این قسمت از سفرمون. طبیعت نفسگیر پوکت و خیابونای زنده پر انرژی پر هیاهوش و اون خیابون معروفش همه رو توی این ولاگ بهتون نشون میدیم، به اضافه یکی از فعالیتایی که حتما همه باید از پوکت انجام بدن، جزایر فیفی. البته خودشون هم بهش میگن جزایر پیپی، ولی خب ما چون بادره میگیم فیفی. خب پس دیگه بپریم بریم سر اصل ماجرا. به به، ماجراهای پوکتمون شروع میشه. ببینید هتل رو کجا گرفتیم؟ تو شلوغ‌ترین نقطه شهر پوکت. توریستا هم همین یکی یه دونه موتور سوارن ها، خیلی جرأت دارن. این خط رو ببینید، یکی از پالیسی‌های هتلمونه، میگه ما هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنیم اگه آوردین بعدید این لیدی بوی بود. They can be seen everywhere, in shops, on the streets, on the metro, and especially in nightclubs and go-go bars. Lady boys are treated like normal members of society here. رسیدیم به اتاقمون، اینم هتل، همین هتلی که گرفتیم که خیلی جای خفنه شهر، ولی منو بگی من دارم زومرگ میشم، خیلی حال کردم با این خیابونه پوکه. نه خوبه، در تمیزه. اینم که دستشوی حمامشه و اینم از تختش. منقل الشهر، ما داریم بیرون، ولی جالبش اینه که خیلی از توریست ها اینجا موتور سواری میکنن، مثل اینا موتور کرایه کرده افتاده جا، یعنی اینقدر امنه و راحت میتونن اینا برن. من که جرئت نمیکنم موتور سوارشم. بابا خیلی سخته تو این شلوغی موتور سواری، منم جرئت نمیکنم. نگاه، هر لحظه ممکنه یکی رو زیر کنید. بچه این پتونگ بیچ همون خیابون معروف پوکته که همه تون راجبش میدونین، دقیقا چند متری هتلمونه. اما دیگه هر شب اینجا این برگو یه ولاگ کامل بخواییم از اینجا دراریم. زنده داره مادیم اینجا شاورما ترکی بالاخره غذا بخوریم. راستی تو ولاگ قبلی اگه دیده باشین، ما امروز از صبح تا الان غذا نخوردیم. تو بانکوک همینجوری رفتیم، هم پشت سر هم گشتیم، بعدم شب رفتیم فرودگاه، اونجا هم نشد تو لانج غذا بخوریم، سرمون کلا رفت. بالاخره می‌خوایم غذا بخوریم. منوی غذاهاش کباب باکسش 250 باته، یعنی چقدر؟ یعنی 70 دلار. One kebab box for me. آتشی میخوای حسن؟ کباب ترکی همونم بالاخره. کباب باکسش چقدر خفنه. بوندو فور مشکی. من یک ساندویچ کباب ترکی گرفتم، هنوز بازش نشد. ازش پرسیدیم که ایرانی نوشتم، نوشتش ایرانیه یا نه اونرش صاحبش. گفت نه، این یه برانچه، یه زنجیره خیلی بزرگه و صاحب اصلیش هم ترکه. غذامون رو خوردیم، شارژ شدیم، حالا میخواییم بریم این خیابان زیبا رو بگردیم. موسیقی
میفروشن تو خیابون. اینجا پر این مغازه های علف فروشی. بخیر، صبح روز دومه در پوکت. دوباره تو این شهر پاتونگ بیچ که هتلمون هست داریم راه میریم. میریم یه تاکسی سوار شیم بریم شرق پوکت و جاذبه های اون طرفش رو ببینیم و شهر قدیم پوکت. اینم سردر پاتونگ بیچ که 3 دقیقه با هتلمون فاصله داره. این تاکسیه اومدیم بالای این معبد میمونا. بچه این پوکت خیلی منطقه بزرگیه و خود شهر پوکت توی شرق جزیره قرار داره. شهر پوکت رو معمولا توریست ها توش نمیمونن، اکثرا توریستی تا این قسمتش غربشه، همون پاتونگ بیچ که ما توش موندیم و اون خیابون معروفه هست. ولی این معبد میمونا سمت شرقه، واسه ما 45 دقیقه الان با تاکسی فاصله داشتیم تا برسیم و امروز میخوایم اول یه چند تا از جاذبه های قسمت شرقی جزیره رو ببینیم و بعد بریم جنوب و بعد دوباره برگردیم محل خودمون. اینم توریسته. بچه کوچولو داره. ای خدا. چه شایه تیلی اینه. مامانشون اومد. نکن. ای خدا. دوم دوربینه رو دست میکنن دست از روکم بگیرن. این یکی گول نمیخوره انگار. بقیه شون کنجکاون. نگاه. گرفته دوم دوربینه. ایوا نخورش. بابا اومد. بابا اومد.
اینو نگاه میگه ازم فیلم نگیر. ببین نگاه نگاه میپره میزنه. اوه او این یکی قولشونه ها. حاجی من حاجی صدا میکنم عشق میکنم. نگاه قشنگ دوسته برابر بقیه شونه. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی میمون؟ اه تا چیزی از دستت بگیره. بابا رفتش این برگا رو کند آورد داد به این زن و بچه هاش. نخوناشون انگار لاک زده است. خب باشه بریم بالا. کاش ما موتور گرفته بودیم. اینجا دیگه امن بود. اینجا دوتا از توریستا دارن بهشون غذا میدن. گفته بودن غذا ندین. حالا نمیدونم اینا یه چیز مخصوص از خود پارک خریدن یا چی. اینجا داره غذای میمون میفروشه که توریستا بتونن بگیرن و غذا بدن بدون اینکه مشکلی داشته. چقدر خروس داره. نگاه هاواییه مگه. اینم معبدیه که معروف به معبد میمونا به خاطر میمونای دور و برش. ولی خیلی معبدیه چیز کهنه و بهش نرسیدنه. از اینجا هم میتونیم منظره پوکت رو ببینیم با یه دونه جزیره اون دوره. اون رفیق عوضیت کل کیسه‌مونو گرفت برد میفهمی؟ یارو اومد من تا اومدم فیلم بگیرم کل کیسه رو دو دستی از دست نگاه گرفت و فرار کرد و من دویدم دنبالش اومد فرار کنه دو سه تا هویج از کیسه افتاد تونستم بردارم. It is Yeah They stole a whole bag of carrots from us. What? Yeah. Be careful if you buy food for them. مگه نمیخواستی به خود بچه بدی؟ نمیدونم. دیگه زدن دیگه. حق بچه رو خورد بابای. تو بابای بیمرفتی بود. داره. اوه بارون داره میگیره. نینی. خدا نگورم. یه ماما از درده چیزی نگیر. نازن خدا خوشی نیش فرم. چی شد؟ هیچی اومد دستات به این نراشون خیلی شبیه بابونن. شبیه میمونای عادی نیستن. یه از روکله من نمیخوای بری بالا. خوردنی نیست. همشواره نیکا رو برداشته داره میخواد بخوره. بندازش. خوردنی نیست. دنبالش ندو که برمیداره میره. بذار یکم باش بر بره ببینه خوردنی نیست ولش کنه. ببینیم طرف کی میخواد گوشواره رو ول کنه. ای خدا. یکی دیگه از پشت اومد. یه چیزی تو برمیدارن نیکا نیکا. گولیه. ای بودو مردم من دنبال تو. این چیزی نیست بابا. این چیزی نیست. مفهم دونم رو بردار. گوشوارت رو برد آخر. نمیخوای ولش کنی اونو؟ شاست گول. گوشواره رو نمیخوای پس بدی؟ حمله کرده شد. اوه شیت مثل اینکه گوشواره رو دیگه گرفت برد دیگه باید بی خیالش. خوب که گوشتو پاره نکرد تو پروسه. ولی قیافه هاشون خیلی شبیه بابونه.
جالبه چون بابون فقط تو آفریقا هست، ولی این میمونای خاصه اینجا چهرهشون شبیه بابونه یکم. اینم پایین مسیر دوباره دو تا دیگه از این میمون مجسمه طلایی ها. آره رسیدم قسمت اولد تاون. یعنی شاید خونه‌های رنگی تنگی اینجا زیاده و کابانومت گلدم از ساختم شده دیگه. یعنی ترافیک هم خیلی بده ها، اصلا وحشتناک ترافیک. مرکز شهر قدیم پوکت و اصل شهر پوکت توی جزیره پوکت اینجاست توی شهر. پیاده شدیم و تو شهر قدیمی پوکت داریم قدم میزنیم. اینجا هم نوشته Discover Phuket. بالاخره قسمت شد یه روز ما یه جا بشینیم صبحونه بخوریم. روز کریسمس هم هست امروز، همه لباسای کریسمسی دارن. صبحونه من اومد، یه ماشالاته گرفتم، یه چند قشنگ درست کرده و اگ بندیک با اسموک سمن. بعد دیگه دیوارش هم واقعا قشنگ تر شده، دیزاین نقاشی‌هاش و اینا واقعا خوش شده. اینم از غذای و نوشیدنی من. این بهش میگن ریهایدریتور، اسموتی ریهایدریتور. توش هندونه و کلی چیزای خوبه دیگه برای تشنگی داره. اینم پاستا با سالمون دودی. اینجا مد هاگ تاورن، تم جادوگری داره بارش، درش هم کجه. چه با حال هزیناتی. هلا خواهی بشینی؟ نه با از این ظرفای آبی داره. ما هر جا دیدیم جز سوغاتیاشو اینا و من فکر نمی‌کردم اینا تایلندی باشن. حالا یا احتمالاً کلا آسیایی ان، چون من فکر می‌کردم اینا مدل چینی ان، یعنی مال تایلند خیلی بیشتر از اینا دیدم تا تو خود چین. یه بار با صفا اون بر خیابونه، این برم یه ساختمون خیلی خوشگل. ساختمونه ملت میان عکس میگیرن. عکسمون هم اینجا گرفتیم، یه خانواده ایرانی دیدیم از همون عکس گرفتن و از سوئد اومده بودن. آره یکم باشیم گپ زدیم، حالا بریم ادامه قدم زنیم. اینجا هم جای باحالی بود برای صبحونه ها، نگاه تخم مرغاشو. اومدیم بازار اکسپو نزدیک همون شهر قدیمی پوکت. اینجا گفتن جاییه که خود محلی ها ازش لباس میخرن، واسه همین قیمت های بهتر ممکنه گیر بیاد. روز کریسمس هم هست، ملت خریداشون از قبل کردن. این لباساش خیلی قشنگ بود، 6 دلار هم بود این وریا. اینو من خیلی پسندیدم، متاسفانه مدیومشو نداشت. این یکی رو خیلی پسندیدم، این ببرا و چینی هایی که روش نوشته.
خلاصه اینم از این بازار. ولی اونطور که گفتن محلی ها میان خرید میکنن و اینا، مثل که اونجوری هم نبود دیگه، لباساش بیشتر توریست پسند بود و قیمت ها هم خیلی توریستی. همین لباسای سووینیر سوغاتی و آره روش نوشته تایلند و فیل و آره سوغاتی هم نمیخوان ما پیدا کنیم اون جایی که خودشون خرید میکنن که قیمت رو دستمون بیاد. برای تو نیکا بالاخره یه لباس تونست بگیره، یه لباس دامن با یه مگنت تایلند. جزیره برای دیدن بودای بزرگ پوکت. اینجا دوباره گیر میدن به لباسا، نگاه کنین به همه دارن چیز میز میندازن. تیپ جدید نیکا رو ببینیم با لباسایی که از اون مغازه خریده بود، خودشو یه جوری پوشوند. لباس آستین حلقه ای انداخته رو شونه‌هاش، اون لباس دامنه رو هم پایین‌تر پوشیده. خلاصه دیگه جور شد برنامه. باز دوباره منظرمون مهیه. اون هر جا ما میریم منظرم مهی باشه. چقدر اینجا میتونست قشنگ باشه. وای ای بابا، قسمتمون نیستا اینا رو صاف ببینیم اینجا رو. بودای گنده پوکت، این سومین بودای بزرگیه که توی این سفر داریم میبینیم. اولیش هنگ کنگ بود، دومیش که طلایی بود توی بانکوک بود، و اینم مرمری پوکت. یا که اینا همش مرمره، این یکی بودای بزرگ از جنس مرمر ساخته شده. جالبه. خدایی ببینید یکی بوده روبروی چه منظره نشسته. تازه الان ابریه به خاطر که داره بارون میاد، و شانس ما هم هر جا میریم که یه همچین منظره خوشگلی پر جزیره است همینجوری مهالوده. حالا این وسط بارون هم گرفت، اینه باد میزنه، حجاب اسلامی من اینجوری میفته. بپوش بپوش که الان میان گشت ارشاد میگیره. یه بودای طلایی هم پشت بغلشه بچه بودا. اینجا مدیتیشن هفت دقیقه‌ای داره. یه دونه باغ کوچولو ساختن اینجا. خار رسیدیم این بالا، همون یه دونه صحنه کوچولویی هم که داشتیم رفت. نگاه همینجوری داره بارون میاد. حسابی مه شد دوباره. دیگه میخواییم برگردیم بریم سمت قسمت های بعدی جزیره. امیدوارم فردا که میریم جزایر پی پی چیز نباشه دیگه، هوا اینجوری که در نباشه. این میمونه ایموجی که میگه دهن تو ببن گوش نکنه چه شد ببن. چه بار برش همی ایموجی هست. اینجا
اینم سوغاتی فروشی این معبد. 150 اینا 15 دلارن حدودن. شخص دوست نداشتم بودم اینجا رو ببینید اینجا چه کاسبی در آوردن. اینجا از این کاسه ها برمیدارین، بعد یه پولی رو باید دونه توش 37 سکه است، 37 سکه است، ببری اونجا آخونده بودا با یه چوب جاروشون میخونن توی آب و میریزن تو صورت طرف. که داریم الان ازش گذر میکنیم اسم شهرک کارونه، دهکده کارونه که یکم جنوبتر از پاتونگه که ما توش میمونیم. کل این جزیره دورورش دهکده کوچولو زیاده که توریست ها توش میمونن، یکیش که کمتر توریستی اون پوکت اصلیه ولی باز اونجا هم توریست ها هستن. این الان کارونه سمت در چه پرچم همه جا رو زدن. ما دیگه همینجوری که با تاکسی داشتیم برمیگشتیم سمت پاتونگ، این کارونه دیگه زیادی جذبمون کرد، زدیم بغل که به یارو گفتیم همینجا پیاده میشیم، ما دوست داریم اینجا هم یه چرخی بزنیم. اینم بازار توی دهکده کارون که الان اومدیم یه قدمی بزنیم. نه اینجا هم نوشته کارون اونیو، این یکی اونیو کارونه. این هم جو ساحلی پوکت تو قسمت کارون ویلج. حالا فکر کن اگه ابری نبود چه بعد اینجا شروع میشه. الان دیگه آخرای روزه، ساعت 6 عصره. حلوا هر دو میندازه دیگه. خیلی جدی؟ ببینم راست میگه بامزه، خیلی کدریه. حالا اومدیم برگردیم توی این خیابونه که استریت فود داره، یه بازار خیابونی داره کنار ساحل، خیلی باید جذاب باشه. های Can I have one coconut please? اوه اینا چی داره؟ دامپلینگ داره، آب میوه پشن فروت و پرتقال و این یکی خرچنگ. اوه اینجا قسمتشی که من دوست دارم، حیف که نپخته است، آماده نیست. این هم که کباب، مثل اینکه اینجا کلن خیلی رایجه کباب ترکی و اینجور چیزا. بح بح دل مرغ، حیف که اینا همش نپخته است. نیکار همه رو دوستم بگیرم بخورم، ولی قسمت خیابونیش بود، این قسمت رستورانیش بقیل هم دیگه است. نیکام نارگیلش رو گرفته دیگه، الان خوش و خورمه. نارگیل های اینجا 5 باتس ارزون تر از همه جا بود. 5 باتس سیف کرد. چقدر خوب. خیلی منظره زیبایی. این ورمون اقیانوس بود، این ورمون هم دریاچه با نمای کلی کوهای سرسبز، رشته کوهای سرسبز. جالبی که ما فهمیدیم اینجا پر مرکزهای بافت موه و من دیدم خیلی ها میرن، خیلی از توریست ها میرن ماشون رو میدن میبافن. حتی خب قیمت ها خیلی متفاوته، اما در کل خیلی نسبت به آمریکا میارزه. حالا من هم میخوام برم موها رو ببافم، رنگ های مختلف داره اکستنشن هایی که میذارن داخل موها تا زرد بگیرم. برای فوتبال دیدن هم جای خوبیه. خدایش تایلند هر جا رفتیم همینجوری داشتن فوتبال پخش میکردن تو رستورانا. بله
همچنان در کارون داریم قدم میزنیم. اینم میدون مرکزی این دهکده. اینجا کلی تیوب و مثل شمال هم یاد شمال میفته، پر تیوب و مایو این هست در تو مقل آبا. چیکار داری میکنی؟ من موهامو یه جا پیدا کردم، قیمت خوب داره میبره، 1300 تومن. من توی مدت که منتظر بودم یه ماساژ تایلندی یک ساعته گرفتم، فقط لهم کرد قشنگ. یه چند بار اومد کامل راه رفت له شدم. حالا امیدوارم که خوب بدنمو تقویت کرده باشه، خراب نکرده باشه. هنوز کارش یه ساعت دیگه طول داشت، من اومدم یکم برای خودم اینجا راه برم و یکم تو این فضای زیبا و جو باحال قدم بذارم. همینجوری که راه میری زبانهای مختلف میشنوی، از انگلیسی گرفته تا فرانسوی، آلمانی، فارسی، ایتالیایی، چه میدونم دوباره انگلیسیش با لهجه های مختلف، آمریکایی، استرالیایی، بریتیش. خیلی جالبه تنوع آدم ها. و البته کشورهای آسیایی هم میبینی، از چین و تایوان و این بر. کارون پرژن کباب داره، ایرانیان فود. تو این واگونه داره مشروب میفروشه. Thank you. این سینگ های. Thank you very much. Have a good night. Merry Christmas. سبک خونه های باحالی داره این شهرک. چیه؟ این خرگوشیان. از این دختر خرگوشی ها مدن اینجا یه دونه از این خرچنگ ها گرفتم، از نایی که چهار تا سر سیخه. آیناش تانکیو خفون پا. این چقدر جذابه، نگاه چهار تا پنج تا پیس گنده خرچنگ 50 بات، یعنی 1.5 دلار. همچین چیزی توی آمریکا اصلا گیر نمیاد. اینجا همه این رستوراناش غذا دریایی های خفن دارن. این کوسه بیلیه، کوسه گوشت کوسه بیلی رو هم میفروشه. چه جالب. رفتم قیمتاشو دیدم، اون کوسه یه وعدش خوب بود قیمتاش، مثلا بین 6 دلار تا 8 دلار بود یه وعده غذایی با همون کوسه بیلیه، ولی لابستراشون کلا خیلی گرونه. من هرچی پرسیدم همه قیمتهای آمریکایی بود، مثلا در حد 50 دلار، 70 دلار، حتی 80-90 دلار بستگی به وزنش. و
و گرون بود، شبیه آمریکا بود قیمت های لابستراش. Hello, how are you? Good, good, good. اوه، نگاه چه ماهیایی داره. یکی هم عینک داده براش. این هم رستوران ژاپنی. سوشیاش 4.5 دلار هر رول هشتایی. خب قیمتش یه کوچولو فقط از آمریکا پایین تره، ولی ایناش خیلی به نظر خوب میاد قیمتش هم که. نگاه اینجا گوشت سفره ماهی هم داره، من که خیلی وسوسه شدم برم نیکا رو بردارم برگردیم اینجا. از این لابسترا هم داره، یکی یه ذره قیمتش بهتر از اون رستورانای دیگه‌شون بود. اینجا هم سفره ماهی داره دوباره، این رستوران بغلیش. نگاه یکی بیشتر داره. دست فروش هم دارن اینجا. من فقط دوستم بدونم صاحب این رستوران کجاییه دقیقا. این هم این رستورانی که بسیار نمیتونم بگم چی چیه. این هم این میدون مرکزی کارون توی شب و روش هم نوشته کریسمس مبارک و اسم کارون رو نوشته 2024 پوکت کارون. و حالا این هم نیکای جدید. چقدر خوب شد. واو. 2 ساعت و نیم طول کشید. خیلی طول. بلند دیگه با انعام و اینا 1500 شد. حالا قراره یه چند هفته نیکا رو این شکلی داشته باشیم. آره گفت برس اگه خوب نگهداری کنم ازش برس 3 هفته تا 1 ماه میتونه بمونه. حالا بریم سفره ماهی بخوریم بالاخره. این سفره ماهی یکی الان میخوام برم بریم ما باربیکیو کنم. وای من در پوست خودم نمی گنجم. نگاه کنین اینو، سفره ماهی و قشنگ قلفتی برداشته نصف گره پخته آورده جلومون. گزینه‌های مختلف داشت که چجوری برامون بپزتش. مثلا بخارپز با سیر داشت، نمیدونم بخارپز با سوسای شیرین و تند تایلندی. آپشن‌های مختلف داشت. من کبابی با سیر و زنجبیل گرفتم. فقط مزه ماهی بده. چطوره؟ دارم سعی می‌کنم بیشتر دقت کنم مزه ماهی فقط میده یا بیشتر. آره بیشتر همون طعم ماهی رو میده، ولی واقعا نمیتونم توصیف کنم. یه ذره گوشتش فرق داره با ماهی. نگاه ببینه یه چقدر منسجمتر و رشته رشته است یه جورایی. بده منم امتحان فرق داره. از ماهی سفید میده. آره خوشمزه سالی نه؟ قزلالا. قزلالا؟ استخونش هم خیلی بال. نگاه چیز نداره دیگه، تیغ تیغی نداره، همین از این استخونا داره. ولی راست میگی یکم فرق. من که خیلی حال کردم. این دقیقا سفره ماهی همینه دیگه، سفره رو پهن میکنن جلوت، خود سفره رو میخوریم. بچه من گفتم تیغ نداره یه اصلاحیه بدم. وسط بدنش کلن یه لایه استخونه که استخوناش به صورت تقریبا مثل تیغای ماهیه، ولی خب خیلی منسجمتر و به هم چسبیده. بعد وسط بدنش رو کامل گرفته، بقیه گوشش اون طرفه. یعنی وقتی روشو خوردی بعد تازه کلش رو اونوری میکنی، گوشتای زیرش رو میکنی. اینجا رو ببین چه باحاله، رستوران ببر عربی هم روش نوشته و تمام تزییناتش ببره. غذاش هم حلاله. نگاه کن. شیشم داره چیز قلیون. حالا ما بالاخره از کارون برگشتیم به کاتون که محل خودمونه. الان یکم سرماخوردگی دارم، گلو درد. امیدوارم که امشب زود بخوابم که بهتر بشم برای فردا. آره حیف شد دیگه، تو پوکت یا آدم مریض بشه واقعا ستمه، ولی خب تو سفر پیش میاد دیگه، تو 2 ماه آدم انتظار نداره که کلا مریض نشه دیگه. این دفعه قسمت پوکت شد که نیکا حالش یکم بد شد.
ولی اینجا همون پاتونگی که خودمون توشیم. ما اصلا قصد نداشتیم اولش پارانو بریم دیگه، سر راه دیدیم و دلمونو برد، غذامون هم همونجا خوردیم، حالا تازه برگشتیم به پاتونگ. نگاه چه خبره اینجا، یک روز پر ازدحام دیگه در پاتونگ پوکت. خیلی عجیبه که نمیشه، خیلی هاشون هم توریستن. همین خب برگشتیم هتلمون. امشب این خیابون زنده و باحال و خیلی زود هنگام ترک میکنیم دیدن طبیعت پوکت. فردا صبح میریم طبیعت. این آقا اومد دنبالمون با این ماشینه که ببرتون برای تور گروهی. جزیره فیفی که داریم میریم قراره کلی هم غواصی های سطحی بکنیم و اسنورکلینگ. خیلی هیجان دارم. زیباترین مناظر رو قراره ببینیم. اول از همه هم دنبال ما اومد. دمشگرم. این خانم داره توضیحات قبل حرکت رو بهمون میده. قراره با همه اینا با یه کشتی بزرگ بریم. کره مربا با یه سری شیرینی و اینا و قهوه. میگه اول میریم پیپیله، سه تا توقف داریم. اول میریم وایکینگ کی، میریم پیله کوف که یه دونه دریاچه است، میریم اونجا شنا میکنیم. میگه بعدش نیم ساعت میریم نوف ساما بی که بهش میگن مایا بی و جاییه که فیلم بیچ که لئوناردو دیکاپریو توش بازی کرده اونجا پر شده. اونجا فقط برای عکاسی میریم، شنا نمیکنیم. بعدش میریم جزیره پیپی دار. اگه آب خیلی پایین باشه مجبوریم از تو آب میمونا رو ببینیم، ولی اگه آب بالا باشه میتونیم بریم تو جزیره میمونا رو ببینیم. یه دونه مانکی بیچ داره ساحل میمونا. بعدش دوباره تو این جزیره پیپی دار یه دونه اسنورکل هم میکنیم. حواسی سطحی دو جای مختلف اسنورکل میکنیم. تو اسنورکل اول عمیقه، از تو قایق میپریم تو آب. تو دومی تو خود ساحل قراره اسنورکل کنیم توی کاینوک آیلند. یه رستورانی که برای ناهار میبرنمون رستوران مسلمونیه، همه غذاش حلاله و آبجو شراب هم اجازه نداری ببری داخلش بخوری. گفت ناهار رو تو همون جزیره پیپیدون میخوریم، بعدش میریم اون مقصد دوم برای شنا، جزیره کاینوک. یک ساعت برای تو اون جزیره آخریه باشه. ایتون جزیره آخریه دیگه خودتون با خودتونین، ما دیگه نمیتونیم مراقب همتون باشیم. میرین یه ساعت میگردین، بعدش هم به موقع باید برگردین. الان داریم میریم دیگه سوار قایق بشیم. این هم دوستامون. من محمدم. محمد، مهران و آقای احسان. دوستان همه دندونپزشکای خیلی خوب و موفق ایران هستن. از ایران اومدن. یکیشون تو کار زیبایی سازی دندونه محمد، یکیشون هم تو کار ارتودنسی و ایشون هم سعادت آشناییشون رو داشتیم تو این سفر و دیگه این برنامه رو با هم اومدیم. بریم بتر کنیم. بریم بتر کنیم. قایقش الان دیگه راه افتاد، با سرعت داریم میریم به سمت جزیره اول. مجبور شدیم پخش و پلا بشیم، آخر سوار شده بودیم. توقف اول پیپیلی. چقدر این مناظر زیبا بود. اینجا توقف اولمونه، ببین چقدر ترافیک آدمه. آره اصلا شلوغ قلوغ، ولی نگاه منظره رو اصلا واقعا نیکا. خیلی ساحلش قشنگه. اینجا مایاوه یه جایی که فیلم The Beach پر شده و دیکاپریو هم توش بازی کرده. ببینید چقدر زیباست. ما همین جزیره فیفی. فی.
این دفعه اومدیم اینجا کمین گرفتیم. کمین گرفتیم بذاریم جلوی قایق، بخاطر اینکه فقط جلوی قایقه که خوب میتونی همش رو ببینی. قشنگ مثل پلنگ میخوایم بپریم ها. مأموریت با موفقیت انجام شد. فقط الان اینا که کیتشون اینجا گذاشتن. ایول ایرانی‌ها شد. سلامتی. اومدیم سوار این قایق شدیم، بهش میگن لانگ بوت، قایق دراز. اینا خیلی معروفن اینجا، یعنی وقتی میان اینجا ازتون میپرسن میخوای سوار این قایق بشین یا نه، و همه حداقل تو تور ما همه اسم نوشتن برای یه 300 تا بیشتر 300 بات، یعنی 6 دلار 9 دلار بیشتر میگیره و بعد سوار این قایق بشین. اصلا بشینید اینجا. بعد یا کنید از تو قایق ما پریدیم این بر، یعنی کسی که نخواد بیاد مجبور بمونه تو همین قایقای بی خود. اینم اینجا که با قایق دراز اومدیم وایسادیم، گفتش اینجا تنها جاییه که میتونیم بپریم تو آب، آبش هم خیلی خوب و قشنگ ریفرشینگه. بچه‌ها پریدیم تو آب، بعد ماهی ندیدیم. آره ماسک اسنورکلینگ گذاشتیم ولی فعلا که ماهی نیست. منظره رو اینجا رو بهش میگن غار وایکینگا. نمیدونم چرا بهش میگن غار وایکینگا، ولی گفتش اینجا آب دهن این پرنده هایی که اینجا هستن رو میگیرن باهاش سوپ درست میکنن. سوپه که با این درست میکنن برای بی مشکلات بی خوابی و اینا هم خوبه. What's the name? What's the name of the bird? Salawa bird. Salawa bird. Yes, Salawa bird. آب دهنش رو میگیرم. اینم حاصلشه، این همون آب دهن پرنده هاست. تو 7-11 میفروشنش اینجا، گفت واسه زنای حامله، واسه بیخوابی، واسه خیلی چیزهای دیگه عالیه، واسه پوچوندن مریضی. گفت برای مغزم خیلی خوبه. به اینجا اومد گفتش که دو بار قرار غواصی سطحی کنیم، یه بار تو آب عمیق، یه بار تو آب کموم. اینجا آبار گفتش که هر کی میخواد زودتر بره نهارش رو شروع کنه، اونایی که میخوان تو آب عمیق غواصی کنن بیان. فقط 4 نفر موندن، من و نیکا و دو نفر دیگه. الان وقتشه که بریم تو آب. نیکا رفته، منم دارم میرم. بزن بریم.
آره حالا اومدیم این جزیره که قراره توش غذا بخوریم. بچه‌ها تر رفتن خوردن الان. بچه‌ها خیلی شکمان. کلاً کل قایقمون شکمان بود، فقط ما 4 تا شکمان نبودیم. اومدی قسمت میوه‌هاش، بریم مستقیم قسمت غذاش. ببینیم چی برامون آماده کردن. برنج داریم، ماکارونی داریم. داره. خیلی خوبه که بوفه داریم با تورمون، ولی خیلی متنوع نیست غذاش. اونجا هم یه سری چیزا داره. آ اینو نگاه کن بچه، اینو که میشناسین از سفر قبلی، محمد و مهسا، دوستای صمیمیمون. من نمیدونستم اینا تایلندن، به من هماهنگ نمیکنن میان تایلند. نگاهشون کن آخه اینجا وضعیه، وسط رستوران رندوم توی پی پی آیلند باید همدیگر رو ببینیم. آخه مگه داریم همچین چیزی؟ وای و اینم بقیه غذاش، سالاد نیمه شیر تقریبا شیرازی داره. اینم از این غذاهای تایلندی، ماکارونی های تایلندی که من خیلی دوست دارم. آقا دیگه نهارمون رو زدیم و دیگه گفتیم اینجا یک کم ریلکس کنیم توی ساحل. حدودا 5 دقیقه دیگه قرار راه بیفتیم بریم سمت قسمت های دیگه جزیره. اینجا میگن ساحل میمونا، جزیرهش همون جزیره‌ای که الان توش غذا خوردیم، ولی یه قسمت دیگه از جزیره است. نگاه کن چه باحاله، اونجا میمونه بغل ساحل. پر میمونه، ساحلش هم پره. آره اونجا هم ساحلش هم پره. گفتش که از این نزدیکتر قایق رو نمیتونیم ببریم چون که ارتفاع پایینه. الان میتونین بیان خودتون تا اونجا رو راه بریم. واو خیلی بامزه، ساحل پر میمون. نگاه ببین نیکا، این میمونش فرق داره با اون میمونایی که دیروز دیدیم. میبینی؟ قیافش رو نگاه، نگاه کن چقدر میمونه تو این ساحل. ببین ما اولین کسایی هستیم که از بین توریستا وارد این جزیره شدیم. نه هنوز چی میمون هستیم. ایوان حواست باشه موهاتو نکی نگیر نیکا، موهاتو یه نگیره بکشه. نگاه اینه که اینه وفته وسط آب بایستاده، چقدر باحاله. نگاه کن جالبه ها، این میمون نیده بودم اینقدر عاشق ساحل و آب باشه، اصلا خیلی پدیده عجیبی بود برام. اوه اوه بیا بچه. نازه خیلی های، اینو نگاش کن داره موز میخوره برای خودش وسط آب. عجب صحنه بامزه ایه، خیلی باله. وای این نینیه رو نگاه داره برای خودش میخوره. میخوای من عصبانی نشم؟ میخوای خون تو سر و صورتم نیاد؟ It was at this moment that he knew he fucked up. واو توی فیلم گرفتی یه میمونه بهم حمله کردن؟ نه آقا من داشتم همین الان دیدین این بچه داشتم ازش فیلم میگرفتم، سکانس بعدی و ضبط نشده متاسفانه. یک مرتبه بچه شوی کرد اینجوری کرد، همه با هم یه 10 تا میمون حمله کردن سمت میمونای گنده گولاشون. آره اصلا بهش نزدیک هم حتی نشده بودیم، یهو بچه کوچولوی شروع کرد جیغ زدن، همه پریدن حمله کردن به حسین، ولی حسین سریع فرار کرد.
اینجا مقصد دوم اسنورکل بود ولی دیگه تو تاریکی رسیدیم، نسبانی داره تاریک میشه، بیخیالش شدیم. بعد محمد و مهسا هم دوباره تو این ساحل دیدیم و اومدیم بریم با هم دیگه آبجو بزنیم. استاپ آخرمونه ولی دیگه خیلی حسابی مه شد و کم هوا بادیه، واسه همین احتمالا دیگه تو آب نریم. جای رستوران و بار و اینجور چیزا داره. یه چند دقیقه دیگه راه میافتیم برمیگردیم سمت پوکت. تو گفته بودی نمیری تو آب اینجا، نه؟ زودتر از همه رفتی. ما اسنورکل رو بیخیال شده بودیم، نشستیم با بچه ها آبجو خوردیم و گپ زدیم، بعد یه اومدیم این برای جزیره دیدیم اوه اوه اینو که نمیشه نرفت تو آب، چقدر قشنگه. من یه دم یه ماهی سبز فسفوری از کنارم رد شد، بعد دیدم یه سری هم تو آب دارن اسنورکل. این هم از پایان برنامه، این هم از قایقمون پیاده شدیم. خیلی خوش گذشت، خیلی باحال بود. اصلا که گروهی بودیم، آره. دوستای دیگه همون هم که از سیاتل اومده بودن هم دیدیم، اصلا خیلی خوب بود، جالب بود، جالبه. خب این ونمون ما رو دوباره رسون دم هتل. نگاه کنین اینجا سردر همین خیابون تپن است. من انقدر که خیابون هتل ما شلوغه که دیگه واردش نشد، همینجا پیادهمون کرد، گفت دیگه بقیهشو پیاده بریم. حالا ما بریم یه دوشی بگیریم و سرحال بشیم و آماده شیم دوباره بیایم که برگردیم تو شلوغی های شهر زیبای پوکت. بچه ها رفتیم آماده شدیم و وقتشه که پارتی کنیم. محمد و مهسا اومدن، اولین استاپمون بازار غذاست، یه غذا خیابونی بزنیم و بعدش بریم همون خیابون معروفه برای پارتی. هلو چه چیزای جذابی داره. میکا این از همون تخم مرغاست که دوست داشتی ها؟ هلو اینجا اون طرفش هم همجوری از این مغازه ها هست، لباس فروشی و اینا. این برم غذا خوریه. بچه این لابستر ها رو میبینی اینا خیلی گرونه. No, not right now, thank you. نگاه دست های خرچنگ، این هم خرچنگ لاک باریک. که شاورما فروشی شد. اینجا شروعش با بزنه رحمان رحیمه به نام خود. اوه اینجا رو کلن از کشورهای عربی و همچنین از مالزی و اینا آدم زیاد میاد اینجا، زمین خیلی غذا حلال دارن. اینم از بازار غذاش. انتظار داشتم که زغرب و ملخ و اینام داشته باشه ولی نداشت متاسفانه. خب بالاخره من یکی از این لابسترها گرفتم چون اینجا خیلی معروفه، بعد همه رستورانشون هم داشتن. یه گوشت تمسا هم سفارش دادیم به این شکل که به نظر من واقعا خیلی خوشمزه بود. ای بابا چطوره؟ مزه مرغ میده. از تمساهای آفریقا بهتره یا بدتره؟ اونایی که مزه ماهی میدادن، مرغ ماهی با همین میشه مزه مرغ. شاید هم مرغو گرفتن به جای کروکودیل دارن میدن به مردم. این لابستر هم یه مدل خیلی خاص لابستره، تو آمریکا خیلی گرونه. اینجا هم تو رستورانی دیشب رفته بودیم کلی گرون بود، اینجا دیدم قیمتش مناسبه، یه 20 دلار اینا در میومد. با اون که همچنان برای تایلند همچنان خیلی گرونه ولی گفتم دیگه اینجا امتحانش کنم. 800 بات.
بچه هم هنوز غذاشون نیومده. محسا میخوای توضیح بدی چی گرفتیم؟ غذا بسیار سالم، سیب زمینی پخته، پنیر، اسفناج. عالیه. نیم ساعت طول کشید. نیم ساعت این غذا رو طول کشید. این البته. و این سیب زمینی خوشگل. این لابستر من 5 دقیقه آماده شد و سیب زمینی نیم ساعت طول کشید. خیلی لاکچریه. بعد تو چی گرفتی محمد؟ نودل و سیفود و اینا قاطی نودل شیشه‌ای. نودل شیشه‌ای. اینم که سوپ خوشمزه ای نیست. سوپ غذا دریاییه. ماجراهای ما در خیابون بنگلا دوباره شروع شد. دوباره برگشتی به همین خیابون به عشق خودتون. ولی این دفعه خیلی بیشتر خوش می‌گذره چون محمد و مهسا با همونه. خانم محجبه داره توی خیابون راه میره و برای خودش فیلم میگیره. I'm maintaining it.
اومدیم یه دونه لباس فروشی چی میگه؟ این یکی چی میگه؟ یه جالبه بعد از پایین دوباره حالا اومدیم توی یکی از این مراکز ماساژش که ماساژ ببینیم چون چه اتمسفیر قشنگی هم این هم دیگه آخرین برنامه ما در پوکت ادامه سفر در ولاگ بعد با ما همراه باشیم. Thank you.